سلام عزیزان و بیننده، امروز روز عید هست و ما هم مثل شما عزیزان و بیننده در خونه هامون جمع شدیم و با کارشناسان محترم شبکه جهانی نور در خدمتتون هستیم. همه کارشناسای بزرگوارم جمعشون جمع است و از سمت راست شروع میکنم با استاد سجودی بزرگوار. من هم عید رو تبریک میگم، زیاد صحبت نمی کنم، دوستان زیادن، اگه همه صحبت کنیم از وقت برنامه تموم میشه. عید به همه بینندگان عزیز مبارک. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هم بنوبه خدام این عيد بزرگ، عيد سيد فطر به همه مسلمانان جهان تبريك و تهنئت عرض میکنم. بفرمایید جناب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، من نه بنوبت خودم اولا خدمت شما مجلس محترم و سایر بینندگان عزیز محترم شبکه نور این عید سعید فطر رو تبریک عرض میکنم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. چه خوبه که تو این جمع حاضر هستیم، جمع هایی که برای روز عید هست و در واقع قدم هایی هست در راه این که این شادی رو که مختص این روز هست بعد از یک ماه روزه گرفتن و خوشایندی که امروز هست رو تبریک میگم خدمتتون و امیدوارم که این روز رو به خوشی بگذرونید و به یاد بچه ها، کودکان، خانواده و مستمندین هم باشید که فراموش نشه که نیاز هست که ما هم این در واقع توجه رو داشته باشیم به جامعه و بی توجه نباشیم. از اینجا من قبل از هر چیز تبریک میگم به خانواده پدر مادرم که تو ایران هستند و ما دوریم ازشون. امیدوارم که از دور دستاشون رو میبوسم و امیدوارم که عید خوبی رو داشته باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. هینا سین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الكريم و على آله و صحبه اجمعین. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و محترم و عید سعید فطر رو به همه تون تبریک میگم و امیدوارم که این عید رو و سایر عیدها رو، عیدهای دینی رو با اهتمام خاصی برگزار کنید تا اینکه در قبال عیدهای باستانی دیگری که کم رنگ میکنه رنگ این ایده ارزشمند دینی اون، بتونیم این شعار دینی و این هویت اسلامی رو زنده نگه داریم. بسم الله. منم به سهم خودم به همه عزیزان و بزرگواران شبکه جهانی نور در این محفل میمون مبارک تبریک میگم این سعید فطر رو. امیدوارم به آرزوی قبولی طاعات و استمرار در راه دعوت، دعوت مخلصانه، دعوت خالصانه برای رضای حق تعالی، همچنین به یکایک که بینندگان عزیز بزرگوار شبکه جهانی نور در هر کجای این گیتی پناور، در ایران، افغانستان، تاجیکستان، در یکایک که کشورهای عربی، اروپا و دیگر کشورهایی که شاید ما ازشون بیخبر باشیم ولی هر از گاهی پیامهای زیبای اونها به ما میرسه و ابراز خرسندی میکنند از این شبکه توحیدی که حقیقتا بر اساس تقوا پایه‌گذاری شده. امیدواریم که این تقوا را همچنان در سرلوحه همه دستندرکاران این شبکه باشه. شما دعای مخلصانه ایتون رو همیشه بزرگترین پشتوانه ما بوده و همچنین خواهد بود. در این عید سعید فطر یکایک شما را در واقع تبریک میگم، تهنیت میگم و امیدوارم که روز خوش و ایام خوش پیش روتون باشه و طاعات و بندگیتون مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. به نام خداوند بخشنده مهربان، منم به نام خودم خدمت حضار محترم و همچنین بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی نور در هر جای این کره خاکی هستن این عید سعید فطر رو تبریک میگم و از خداوند خواهانم که این خوشحالی ادامه داشته باشه و خداوند توفیق بده که همیشه ما در راه اسلام و در راه دین و در راه عبادت و طاعت
عمرمون سپری بشه و همچنین این عید رو به پدر و مادر و اقوام و خویشان و سایر همشهری‌های عزیزم تبریک میگم، انشاءالله که ایام به کامشون باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منم این عید میمون مبارک رو به حضور در این مجلس و همچنین بینندگان عزیزی که به بیننده های محترم و گرامی شبکه جهانی نور هستن تبریک و تهنیت عرض میکنم و از الله عزوجل میخواهیم که همونطور که برای هر امتی خوشحالی و خرسندی رو قرار داده و برای امت اسلامی دو روز رو، روز عید فطر و عید قربان رو به عنوان روز خوشحالی و خرسندی برای اونا قرار داده، انشاءالله که الله عزوجل به فضل و کرم خودش این عید رو برای همه مبارک بگردونه و همه روزهای امت اسلامی رو مانند امروز شاد و میمون بگردونه. به نام خدا. سلام به شما بینندگان عزیز. بندم این عید سعید رو به همه شما تبریک عرض میکنم، همچنین به هزار گرامی و اساتید گرامی. عید هست و عید روزی است که در شاد باید باشیم، شاد باشیم به اینکه عبادت بزرگی رو انجام دادیم، شاد باشیم به اینکه خداوند این فرصت رو دوباره به ما داد که بتونیم این عبادت رو انجام بدیم و شاد باشیم به اینکه خداوند توفیق داد دوباره بتونیم باری از گناهان رو از خودمون دور کنیم. عید شادی میاره و دین اسلام دینی است که نباید خالی باشه از شادی و سرور و بهرمند شدن به اون چیزی که خداوند در دل ماها قرار داده و نیازمند به اون هستیم و اون هم سرور و شادی انداختن در دل انسانهای دیگری است. روز عید روز شادی هست، به خاطر همین پیامبر فرمود یکی از عبادات بسیار بزرگ ادخال سرور، داخل کردن سرور و شادی در دل انسان مسلمان هست. در این روز این کار رو بکنید، اجرتون خیلی بیشتر خواهد بود. سلام علیکم جمیعان. علیکم السلام. تقبل الله طاعتكم و همچنین طاعت شما بینندگان عزیز و محترم. ولی من یه چیزی می‌خواستم بگم، تو فرهنگ 37 ساله ما ایرانی ها همیشه تبریک و تسلیت با هم آمیخته شده. هر وقت کسی تبریک میگه من فوری ذهنم بار دیگه تداعی اون تسلیتش هم دنبالشه. فرهنگ 37 ساله از کجا اومده؟ یعنی از زمان انقلاب این دیگه پیش اومده که دائما هر چیزی پیش میاد میگه به ساحت فلان تبریک و تسلیت عرض میکنه. تبریک و تهنیت. تبریک و تسلیت. این هر دو با هم خیلی هستن در فرهنگ شهدا میگن. آره دیگه ما هم خیلی وقت هست که اینو ما دیگه در فرهنگمون داریم. یکی از دوستان میگفت رفته بودیم تسلیت بگیم به یکی از دوستان، پدرش فوت کرده بود، میگه من گفتم عیدت مبارک. دست پاچه بود، یادمون نبود، میگه عیدت مبارک. میگه آقا یادمون اومد، داشتیم خندمون میگرفت، در جمع نشسته بودیم با بنده خودم روسی کرده بودیم. علی تال عید همتون مبارک. تقبل الله طاعتكم. ان شاء الله که رمضان آینده هم با عیدی بهتر، عیدی پربارتر و شکوفایی بهتر امت و این گرفتاری های امت انشالله که به نحو احسن برطرف شده باشه و به نفع سربلندی و عزت امت تموم شده باشه. مسائل سوریه، مسئله لبنان، مسئله عراق و دیگر مسائل انشالله که به نحو احسن در جهت عزت و سربلندی امت انشالله که تمام شود. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام دارم ابتدا خدمت همه حضار گرامی و همچنین شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی نور. این عید رو به نوبه خودم خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم و آرزو میکنم بعد از یک ماه عبادت الله متعال گناهان همه ما شما رو مورد عفو و بخشش خودش قرار داده باشه. امیدوارم در این مجلس که در ادامه انشاءالله برنامه های متنوعی رو هم خواهیم داشت بتونیم به هر حال استفاده کافی و وافی رو ببریم. در خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه خدمت استادان گرامی و خدمت بینندگان عزیز، عید سید فطر تبریک میگویم به امید از اینکه خداوند متعال طاعات و عبادات ما و هم مسلمانان جهان را که در ماه مبارک رمضان انجام دادیم پذیرفته باشه و قبول کرده باشه. و یکی از حکمت های خوشحالی یا خرسندی عید است که مسلمانان یک ماه مبارک رمضان را به شکل درست این رکن از ارکان اسلام اونها انجام دادن و این سبب خوشی ما مسلمان ها باشد که الحمدلله این فریضه اسلامی را ما انجام دادیم. این یکی از اسباب خوشی است که در روز عید باید ما به خوش باشیم. نقطه دیگر که ما اشاره میکنم دوستان عزیز، مایک پایین تر بگیرید، مایک پایین تر بگیرید. نقطه دیگه است که
قابل یادآوری است. قسمی که استاد حسینی هم اشاره کردن، در بعض کشورها خصوصا در افغانستان یک رواج بسیار غلطی داریم که در روز عید یک شخص است، مثلا یک ماه قبل پدرش یا مادرش یا برادرش وفات کرده، روز عید به خاطر تعزیت میرن به خانه اونها، در حالی که خلاف شرع است و خلاف عقل منطق است. کسایی که این رواج ها را به اونها التزام داره، به این رواج ها ما ترک بگویم. در روز عید روز خوشی است، حتی اگر کسی از اقارب ما وفات کرده باشه نباید در روز عید او را برش یادآوری کنیم، چرا که این خوشی اونها تبدیل به ناراحتی اونها میشن. و یک نقطه دیگر هم اشاره میکنم که دوستای عزیز متوجه باشین، فراموش نکنین که بعد از عید شش ماه از شوال، شش روز از ماه شوال روزه گرفتن سنت است و پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که کسی که ماه رمضان روزه گرفت و اتبعه سته من شوال فکأنما صام الدهر، کسی که ماه رمضان روزه گرفت و بعد از اون شش روز شوال هم روزه گرفتن، مثل که یک سال اونها روزه گرفته باشه. و حتی علما در رابطه به حکمت از گفتن که ماه رمضان اگر یک ماه کسی روزه بگیره معادل ده ماه است، یعنی یک حسنه معادل ده حسنه میشد، و شش روز شوال که است این معادل دو ماه میشد، مثل از که باشه یک شخص کاملا سال روزه گرفته باشه. این هم فراموش نکنین دیگه، به امید از که انشاءالله خداوند متعال طاعت و عبادت مرا قبول بکنه. و جزاکم الله خیر. نکته رو که فرمودی در مورد عید گرفتن برای اموات یا اینکه عید نگرفتن برای خانواده هایی که یه میه داشتن بین عید تا عید، من یادم با استاد هاشمی صحبت میکردم در مورد چند وقت قبل، میگفتن تو منطقه ما هم بوده ولی کلا از بین رفته. میگم شاید بتونیم منتقل کنیم از اون منطقه به افغانستان، چه کارهایی انجام شده برای اینکه این از بین بره و عید اونجوری، چه تجرباتی داشتیم توی این زمینه. هاشمی اینا میکروفون در خدمت شما. بله، با سلام مجدد. حقیقتا دین مبین اسلام وقتی که تعالیمش رو به ما رسونده، ما مسلمانان باید پیرو این تعالیم باشیم. وقتی که میشنویم، حالا در زمان قبل این رسم به عادت بود، ولی بعد از اینکه دوستانی که از مدینه برگشته بودن و ارشاد کردن، راهنمایی کردن و گوشزد کردن، حالا شاید در بعضی مناطق اینطوری باشه، در زمانهای قدیم مردم چون در فقر و گرسنگی و بدبختی به سر می بردن، وقتی کسی فوت میکرد تشویق میکردن مردم که یه چیزی بدن که مردم هم خلاصه استفاده ببرن و از گرسنگی شاید نجات پیدا کنن. اون بدبختی که بله. فوت کرد خب این رسم عادت ها بود این زمان قدیم و نکنه مجبور بشن. نه خب این رسم بوده زمان قدیم، چون حقیقتا مردم در تنگنا و گرفتاری اینا بودن و این دیگه رسم عادت شده بود. ولی الحمدلله بعد از اینکه دوستانی که از مدینه برگشتن با ارشاد و با سخنرانی ها، با صحبتایی که شد، کم کم این عادت الحمدلله رفع شده و الان دیگه به الحمدلله کسی در ایام عید به هیچ عنوان این کارو نمی‌کنه. از علما بودن که اومدن و اینو پایه‌گذاری کردن. دو تا چیز هست. دو موضوع از هم جدا هستن. یکی این که روز عید کسی که در این نزدیکی ها این مثلا ماهای گذشته عزیزش رو از دست داده، این که بری تسلیت بهش بگی و دوباره یادآوری این که کسی رو از دست داده، این ممنوعه و الا دور و برشون پر باشه در روز عید. علی خانواده عزیز رو از دست داده و کسی هم نره طرفشون، خیلی عادی گذر کنن. این با اون خیلی تفاوت داره، بلکه دور و برشون گرفتن تسلای خاطرشون میشه، تا اینکه نه هیچ استثنایی قائل نشیم نریم طرفشون، بلکه برعکس در اون روز نیاز از مردم دور و برشون رو بگیرن، ولی با این تفاوت که تسلیت نگن، با این تفاوت که یادآوری نکنن از که کسی رو از دست دادن. این همین تفاوت. آقای نظر من شیخ معمولا بدعت از همینجا شروع میشه، مشکلات اجتماعی. درسته مثلا شما با یک هدف خیر و خوب میرید جلو، میخواهید که من باب همدردی و به سبب رفع ناراحتی طرف اونها رفتی، ولی کم کم همین خودش میشه به عنوان یک سنت اجتماعی و بعد سبقه دینی هم میگیره، مثل این که الان پیش اومده.
یعنی ظاهرا امکان داره که خیلی وقتا بعضی از عاداتی که در جامعه رخ میده در ابتدا همین گونه بوده، یعنی به خاطر یک قصد خوبی بوده، اما به مرور در جامعه میبینیم که دیگه به عنوان یک سنت اجتماعی میشه و باید بهش عمل کنن و به عنوان حالا ایده میت. ولی خب کسی که کسی رو از دست داده بالاخره این آره کاملا درسته، این عید براش خیلی سخت میگذره، چون بالاخره مثلا پدری، پسری، برادری، کسی تو این خانواده بوده که هر عید میرفتن و این تسلی خاطر شاید کمک اجتماعی هم بکنه. حالا اینی که تبدیل بشه به یک بدعت، من فکر کنم اون اشکال استفاده چیزشه دیگه، نمیشه کلا حذفش کرد، صورت مسئله رو پاک کرد به خاطر اینکه ممکنه بدعت ایجاد بشه. بالاخره وقتی نگاه کنیم به وجود آمدن سیری به وجود آمدن بدعتا همین گونه شروع میشه. ناراحت نیستن اصلا اون خانواده، ناراحت نیستن، دو ماه قبل فوت کرده و این تو این دو ماه عادی بودن زندگیشون، روز عید دوباره برمیگردن به اون حالت. اصلا بس اینه که آیا برای یک مسلمان جایز است در روز عید بخواد عذاب بگیره مهما یک که مدتش دنیا رفته باشه؟ یعنی همین آلت بحث لباس عید نپوشه. بس آره مثلا ببینید شاید خیلی وقتا اصل قضیه چه جوریه، اصل قضیه که میرن میگن که عید اولش میرن دیدنشون، این استثنایی که مردم قائل میشن، میگن آقا چون عید اولش هست ما اول میریم خونه فلانی، همه جمع میشن مسجد باریش سفید یا با امام مسجد میریم خونه فلانی چون عید اولشه، یعنی اولین ایدی که بعد یک میتشون از دنیا رفته. شما دارید به یه بدعت اشاره میکنید و استاد زهرابی میگن این بدعت اشکال داره، ولی اینی که اصلا بیخیال هم باشیم که این خانواده هیچ کس از دست داده من یه چیزی اضافه کنم به این موضوع. ببخشید استاد، ببینید اینا به فرض این که مثلا لباس عید نپوشیدن، ولی وقتی که شما روز عید رفتی بهشون گفتی لباس عیدتون رو بپوشید، امروز روز عید هست، نباید تعزیه بگیرید، باید شادی و سرور رو به خونتون بیارید، این یک عمل اجتماعیه، یک فعالیت اجتماعی، تو عملا دارید ادخال سرور در دل انسان مسلمان میکنید. تفاوت داره، مناطق مختلف هم تفاوت داره. شما ببینید من مناطق جنوب ایران رو برای اینکه یعنی یک حالت عذاب پیش میاد خیلی عادی تر از خیلی زود تموم میشه، ولی جای دیگه این حالت خیلی بیشتر ادامه داره. به خاطر همین اگر یعنی این عادت رو بخوای عوض کنی باید حتما یک روابط اجتماعی، یک تسلای اجتماعی، یک مشارکت اجتماعی برای این وجود داشته باشه. این رأی بنده است. البته خب بدعت یه چیز دیگری است که نباید باشه. اینجا یک مسئله باز مهمتری که پیش میاد اینه که در هنگام این مراسم یا اجرای این مراسم این بود که صاحب تعزیه مجبور میشد که حالا دعوتی بدهن کلا، یعنی مردم رو روزی. یعنی روزی دیگه همه برن خونه اون، این دیگه عزاش دو عزا میشه بعد دیگه، یعنی باید قرض قوله بکنه که دیگه حالا یک ملتی بیاد غذا بده. اینه که اینجا این مشکل رو پیش میاره که کسی که نداره و درآمدی نداره حالا چندین میلیون باید خرج بکنه که برای این اتفاق بیفته. بله. همیشه تو این موارد معمولا استاد سجودی سوالتون دقیقاً اومد برعکس کاری که نواد والله منم یک خود به خود قضیه عذاب میاد دیگه، همین قضیه انداختن اصلا کلا از عذاب میاد بیرون. نه به همین خاطر که باید انسان، من هم یک جمله اضافه کنم، البته فکر کنم روز روز عیده و ما خیلی شتاب زده گرفتیم به سمت سوی تسلیت و عذاب از زنده بلکن رفتیم مرده ها. ما خب الان با زنده ها سر کار داریم، شادی و خوشحالی روز عیده و این شادی و خوشحالی در دین مبین اسلام در واقع مشروع و اصل و رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمودند لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. بعد در مورد فرمایش دادن در مورد یهود، ليعلم اليهود ان في ديننا فسحة، پس دین ما یه دینی است که به سبب یسر و سهولت و سادگی سفارش داره و اون وقت هم دین شادی و خوشحالی. الان این بحث تسلیت و عذاب بذاریم آخر کار شما. آخر کاری نداریم. البته خب این یک اشاره بود به اون چیزی که حالا رسم افتاده بوده قبلا در مناطق، در خیلی از مناطقهای ما خب که حالا این رنگ و بوی حتی شرعی گرفته بوده به خودش، و این یک اشاره بود از طرف دوستان که این اصالت نداره و اون چیزی که دوستان گفتن شاید ربط داشته باشه. اون چیزی جناب آقای حسینی فرمودن تبریک و تسلیت شاید برای همین افرادای بوده، روز عید تبریک شه برای عید و تسلیت به خاطر سنت هم هست از طرف رسول الله علیه و سلم. خب بله، چه چیزایی بوده یعنی رسم و رسوم هایی که جزء سنت شده برای سری شادی در روز عید؟ حالا چه کار این کارو نباید بکنه، چه کاری باید بکنه؟ بله بله، ببینید سنت های روز عید، شما جناب شیخ مستحبات اول بفرمایید، سنت های روز عید، مستحبات روز عید بفرمایید. بله از این فضا خارج
از این موضوع بریم بیرون. خب بفرمایید روز. بفرمایید. اصلا روز عید روز جشنی هست و روز شادی هست، روز همنشینی و زیارت هست و از همون ابتدای همون روز ما با عبادت شروع میکنیم، با نماز خوندن، با خطبه، با سخنرانی و تکبیرات قبل از نماز، طبعا همون الله اکبر الله اکبر و اینا خودش باز مقدماتی داره از که اسلام بهش دعوت کرده. اسلام دینی است که به پاکی و پاکیزگی زیاد دعوت کرده و اون رو جزء ایمان به حساب آورده، الطهور و شطر ایمان، پاکیزگی. اینجاست که در هر جمعی که دستور داده ایران اسلام، اول شرطی که گذاشته، حالا اون رو یا میگه مستحب دونسته، غسل کردنه. غسل کردنه، انسان دوش میگیره، حالا با همون عادتی که دوش میگرفته، با همون عادتی که غسل میزده، حالا ما به روشش فعلا کاری نداریم، به هر حال مستحبه که چیه؟ دوش بگیره، لباس تازه بپوشه، عطر استفاده کنه. و امروز روز خیرات و صدقات هست، خیرات و صدقات کنه، دل مردم رو به دست بیاره. بعد از اون اگر مشاکل وجود داره بین خودش و دیگران، این رو برطرف کنه، بره عذرخواهی کنه، خیرکم من بدأ بالسلام، یا میبایست پیش قدم بشه. حالا اگر کدورتی وجود داره، ناراحتی وجود داره از برادری، از همسایه، از کسی، به هر حال این رو باید بذاره کنار دیگه. این روز روزی هست عمومی صادر بشه، بله عفو عمومی صادر کنه، بله از همه. اینا سنت هایی است که در این روز معمولا انجام میپذیره، زیارت کردن افراد بر برنامه. من نمیخوام وارد باز بر بگردیم به اون اموات و میت، این رسم که میرن اولین بعد از نماز میرن مقبره و اینا، این سنت نیست. آخه ما ببین، ما مخالف زیارت قبور نیستیم، اما میگیم این روز سنت نیست که ما بریم مقبره و اینا، بلکه بعد از نماز سنت اینه که برگردن منزل و اول شخصی که به هر حال میبایستی حلال بودی ازش بطلبن اون مادر هست، پدر هست، بزرگی خانواده، خیشاوندان، برادران، به همه اینها به هر حال سر بزنن. اینها سنت همسایگان. بله همسر نه همسایگان. میگن سر آیا هاشمی از اون بعد به خاطر همسایه که داد نمی بدون شک همسر، بله حتی ایشون بعد از والدین احتمالا، درسته بله. ف برادرانی که طبعا دو تا دارن خونه، دو منزل، سه منزل داشته باشن، حتما بالاخره بعد از والدین سر به اینا میزنن. در این سنتی به هر حال این از مصاحباتی هستن که در این روز معمولا های سجود انجام ابتدا دست دادن به بغل که سریع اونم گیر کرد دیگه، دو ساعت بعد اومد. بله عرض کنم دوست داشتم در این مسئله صحبت کنم که صحبت هایی که شد اینجا، اولا که روز عید معنیش نیست که آدم حرف بزنه، مثلا خلاف عیده، همین که جمع شدیم یعنی عیده، یعنی به اینجا هستیم. اما من منافاتی ندیدم در این دو حرف، این که بدعت آدم نکنه، اجازه میدید دیگه خاطره بگم، این که آدم یه نفر که دوچار مشکل، والله با خاطره راستم دارم میگم، بر خودم اتفاق افتاده که وقتی برای کسی مشکل پیش اومد شما حاضر باشی، همین حاضر بودن خیلی کمک میکنه به اون نفر. من وقتی که خانمم فوت کرد، حالا شما نگید دیگه تموم شد رفت، ولو یعنی منظور نیست که حالا اون روز یاد کنم، ولو که ما تو یک شهر غریب بودیم و خودمونم فامیل ما نبودن دیگه، ما که مهاجر بودیم و اتفاقا تو همون شهری هم که یه سالای زندگی کرده بودیم تازه رفته بودیم به شهر دیگه، یعنی مرده رو دست ماست، شب هم حکومت نظامی تو شهر. فقط به یک دوستی زنگ زدم گفتم که تو مردم جمع کن دیگه. بالاخره باور کنید کسایی که اومدن اون روز، یعنی هیچی نبودن، یه گوشه واستاده بودن، اینقدر من خوشحال کردن، یعنی از مشکل، یعنی بودن نفرها کمک میکنه، ربطی به اون مسئله بدعت نداره. به نظر من هیچ منافات نداشت این دو حرف، حرف آقای محمودی و شما، فکر میکنم که منافات نداشت. اما باز در رابطه با تسلیت و تبریک شما یه چیز خنده هم گرفت یادم اومد، اسم فقط عوض میکنم. یک دوستی ما داریم که زیاد خطا میکنه، اسمش حالا میذاریم بوستان، یه چیزی شبیه به همین، اسمش هم جالبه، شبیه به همین. حالا نمیگه کسی نمیشناسه که الان بگی باز یه دفعه این تو اینترنت میره، بهتر نگید. یه جا دعوتش، حالا اسمش ما عوض کرده، دعوت شده بود، گفتی رفیقش گفت بریم اینجا، ما دعوت هستیم. رفته غذا رو خورده، دیده با صاحبخونه، گفته غم آخرت باشه، گفتی عروسیه بابا. باز گفت گناهی من چیه؟ نه عروسی شما با عزای شما میگه فرق نمیکنه، عروسی هم غذا میدید، عزا هم غذا میدید، من گناهی ندارم.
مسئله این است که باید عروسی و عزا، عید و فرموده شما باید فرق داشته باشه. آخه ما خودمون مشکل اینجاست، یعنی تو صحبت کردن وقتی میگیم اسلام دینیه که دین شادی هست و اصلا نهی شده از اون قضیه بی خودی غم داشتن و تمام تلاش برای این مسئله است، اما در حقیقت وقتی میبینیم حتی در خانواده های متدین اینطوری نیستن. علتش چیه واقعا؟ که در کشور ما افغانستان خصوصا قبلا یک عادت بسیار غلطی بود، یعنی تقریبا خلاف سنت یا خلاف شرع در عروسی ها. عروسی یعنی یک مناسبت خوشی است که انسان باید اکثر حتی در بعضی مناطق آل هم مروج است که مردم ختم قرآن میگیره در عروسی. یک خاطره هم دارم که یکی از دوستا گفتن میگن بله عروسی ختم قرآن میگه، دیگه چیزی خاص مناسبت نمیباشه. میگه مرا کسی دعوت کردن که بیا امروز دعوت هستن، ولی نگفتن که عروسی هست یا عزاست یا چی است. میگه من که رفتم همه که قرآن گرفتن ختم میکنن. دیگه ما به این چه حیران بودم که آلی برای دعا بکنم، تهذیت بکنیم یا بگویم که تبریک باشه، تا آخر نفهمیدم تا که قرآن ختم شد. دیگه موضوع است که در هر مناسبت اسلام بر ما توجیهات داره که در عیدها انسان باید اظهار خوشی بکنه، در مسائل تعزیت یا مرده ها انسان باید امو مسائل تعزیت تسلیت برای دوستا عرض بکنه. دیگه بر هر مناسبت ما چی داریم؟ آداب و اخلاقیات و معاملات داریم که باید مردم مراجعه. توی یکی از سخنان شیخ ضیاء دیدم شما دارید میخندید، گفتم شاید یاد این افتاد. توی یکی از سخنان شیخ ضیاء میگفت که سوال شده بود ما میخوایم عروسی بگیریم، اشکال نداره تو عروسی ختم بکنیم و بذاریم مجلس قرآن خونی. گفت من 4-5 سال تلاش کردم شما بلند شین بیاین دو رکعت نماز تراویح بخونیم قرآن گوش بدین، الان آخرش بعد جوری قرآن رو بردارید ببینین دف بزنین شادی بکنین. گرفتار کرد آقای سجودی یه چیزی گفت که با غم آخرت باشه. ولی کمی ولی ببخشید برادرم فوت کرده بود سید محمد خدا رحمتش کنه، یک از دوستان ما تسلیت گفت که غم آخرت باشه. گفتم مگه از من خیلی بیزاری؟ گفت چرا؟ گفتم یعنی چی غم آخرت باشه؟ من بمیرم دیگه هیچی نبینم. گفت نه والله به خدا قصدی نداشتم من. استاد شما ساکت نشستید اونور مجلس. بحث گرمی شد، ولی خب یه نکته رو باید ما مقداری بشه توجهی داشته باشیم. اون اینه که مردم احساسی که دارن این هست که فکر میکنن اگه روز اول عید یا عید اول یا حتی بعضی ها در کل اعیاد اگر به یاد میت نباشن یک نوع بیوفایی نسبت به میت به شمار میاد. مشکلی که وجود داره اینه که ما احساسات خودمون رو میاییم در قالب دین در میاریم، فکر میکنیم که اون چه که احساس هست میتونه کاملا موازی و مساوی با دین باشه، در صورتی که این احساس یه احساس درستی نیست. یعنی تعبیر کردن به این که چون روز عید من سر قبرستون نرفتم یک نوع بی‌وفایی نسبت به میت هست، این هیچ گونه اعتبار این احساس نداره. در مورد زنده های موضوع مطرح هست، اما در رابطه با مرده و به هر حال رفتگان اگر واقعا وفا داشته باشیم بعد دعای دائممون برای همه باشه در هر حال. کلا تم جلسه تم عذاب یه امبیر من فکر کنم که یه چیزی که به هر حال استاد سجودی یه چیز تعریف کردم، منم به یه خاطره های دورانی تقریبا 15-16 سال پیش برگشتم. در سطح روستا غالبا این رسومات بوده که تعریف میکردن، ولی من یه عادتی داشتم، می رفتم همیشه سراغ پیرمردها، پیرزنهایی که واقعا در سن مادر بزرگهای من بودن، مثلا اینطور سلامشون می کردم. با اینکه نوجوان بیشتر نبودم خیلی خیلی خوشحال می شدن، یعنی دستمو می بوسیدن، عشق می ریختن، می گفتن هیچ کی به یاد ما نیست امروز، تو اومدی چرا اینجا؟ گفتم من فکر کردم تنها هست، اومدم سلامتو کنم مادر پدر. اینقدر خوشحال می شدن که من خودم می شستم فکر می کردم، می گفتم که واقعا کاری کردم که مثلا نوجوان هست وقتی یه کاری میکنه خرسنده است از داخل، از خوشحالی تو پوستش نمیگنجه به قول معروف. من فکر کنم یه سنتی که فراموش شده سر زدن به خانواده ایتام هست، بزرگترها هست. بزرگترها میگم یعنی از نظر سنی، نه فقط از نظر جا و منزلت و منصب در جامعه. پیشکسوتانی که لااقل عمری ازشون گذشته دیگه عصاب دستن، خونه نشینن، مریضایی که به اصطلاح تو خونه دیگه نمیتونن حرکت بکنن، اینها توقعشون در جامعه بالاست و انتظار دارن که انسانهای سالم، انسانهایی که دست پاشون سالمتره به هر حال بزرگتر کوچکتر هستن، در سن بچه های اونا یا نوادگانش هستن بهشون سری بزنن و روز عید بهشون تبریک بگن، خوشحالی وارد بکنن به خونهشون و اگر واقعا چیز امکان داره به عنوان کادو هم رو خودشون ببرن دیگه بهتر هست،
یعنی دو چندان اونا خوشحال میشن. من فکر کنم این یکی از سنت است که باید احیا بشه در اسلام. در ادامه فرمایشات استاد مولایی، اگر کسایی که به حال چون متاسفانه در این سالهای اخیر خیلی از دوستای ما از برادران اهل سنت ما در جای جای ایران متاسفانه به حال در زندان ها هستن، اگر بتونیم به خانواده هاشون هم سر بزنیم و به حال عید رو با اونام به حال شریک باشیم در خوشحالی اونام و غم و غصه شون رو کم کنیم، فکر کنم اینم خودش به حال یک عبادتی میشه، چون الان خیلی از دوستای ما در زندان هستن، از برادران اهل سنت ما جز زندانیان عقیدتی هستن و خیلی هاشون متاسفانه حکم اعدامشون تایید شده. اگر بتونیم به پدر و مادرهاشون سر بزنیم، به خانواده‌هاشون سر بزنیم، اونام به حال نباید فراموش بشه در این روز مبارک. ان توی یکی از نکته‌هایی که فرمودن آقای سوجی در مورد کسایی بود که آشنا نیست، اما گفت در مورد آشناها از نمیدونم همسر، خانواده، پدر، مادر، ولی کسایی که خود استاد سوجی تو در واقع خاطره‌شون غریب بودن توی اون شهر، خیلی هستن غریب هستن داخل شهر و چیز دارم. من یه ویدیو دارم پارسال توی یکی از خانواده عرب بود، کلن مجلسش رو به جای هیچ کدومشون آشنا نبودن، همه جمع کرده بود از در واقع اطباء کشور دیگه که اومده بودن تو مجلسشون، فقط اونا رو دعوت کرده بود. اجازه میدید؟ خواهش بکنم. بفهم. نه شما بفهم. خواهش بکنم. یک گاهی وقت همیشه دامه وقتی که تغییر میکنه به اصطلاح عادت ها تغییر میکنه. یه وقتی مثلا الان جدید، یعنی بگیم توی زمان خودمون واتساپ و نمیدونم اس ام اس و اینجوری زیاد شده، گاهی وقتا واقعا جفا را انسان امروز هم میتونه ببینه. مثلا دوستای خیلی عزیزی هستن فقط به عنوان ادا که من تبریک گفته باشم یک پیامی رو مینویسن و فقط به یه گروه جمعی به همه میفرستن، من تبریک عید گفتم. واقعا فکر نمیکنم این تبریک عید گفتن باشه، واقعا اون سرور شادی که مستحق است به هم دیگه بگیم، یه تماسی بگیریم، این که فلان شخص ازم بزرگتر هست، استاد من هست، دوست من، همسایه منه، حالا من با یک پیامک با یک اس ام اس در یک تبریک گفتم. فکر میکنم یعنی عید یا امور مثل مستحق‌تر از این است همین که شما به طرف مقابل زنگ بزنید و صدای شما رو بشنوه، بدون احساس خوشحالی خودتون رو واقعا به شخص برسونید، بسیار بالاتر و بهتر از یک اس ام اس و پیامکی هست که ما به عنوان الان رسم شده، خصوصا که الان دیگه گروپ به اصطلاح درست میکنن و ارسال جمعی به اصطلاح گروهی میفرستن و از این میگذرن. سعی کنیم اون زنده بودن و حیویت رو به اصطلاح در تبریک خوندن خودمون داشته باشیم. خوبه که زنگ بزنیم، مثلا من آقا روز عید میخوام آقا معمولی تبریک بگم، خب با یک اس ام اس خیلی فرق میکنه که من تماس بگیرم، حداقل اگر دور از صدای منو بشنوه، اون احساس من رو واقعا بهتر از یک پیامک میتونه درک کنه که یک پیامکی باشم برای همه یک متن خاص میفرستم. من فهم میکنم این زیباتر هست که ما اگر واقعا جایز که نمیتونیم ببینیم اکتفا به پیام نکنیم، بلکه با تماس گرفتن واقعا بهتر میشه این خوشحالی رو ابلاغ کرد و رسون به طرف مقابل احساس رو. برای نکته خیلی خوب اشاره کرد آقای سید اکبر، خیلی خوب اشاره کرد به این موضوع، ولی من میخوام به یه چیز دیگه ای اشاره کنم، اون که خیلی از موارد هست که ما موحدم چیزی گفت که ما میگیم عید وقت هم شعار میدیم، میگیم عید روزیه که باید شاد بود، باید سرور داشت، ولی این رو هم خیلی عجین میکنیم با بعضی از اتیکت های خیلی قالبی و خیلی از موارد هم شادی رو از دیگران میگیریم، فکر میکنیم که چون ما متدین هستیم، چون دین بعضی از مسائل رو دستور داده، در نتیجه نمیشه شاد بود. یکی از چیزهایی که رسول الله علیه السلام در مسجد رسول الله، در حضور رسول الله علیه السلام، بچه ها داشتن دف میزدن و میرقصیدن بچه ها و سرودهایی رو میخوندن، یکی از صحابه اومد گفت که فکر میکرد که اینها نباید این کارا در حضور رسول الله انجام بشه و حضور رسول الله خیلی یعنی بزرگتر از اینه که در حضورش دف بزنی و برقصی، تو مجلس خود رسول الله، و اومد خواست منع کنه، رسول الله علیه السلام گفت رهاشون کنید، با آزادشون بذارید، امروز روز عیده، یعنی در روز عید باید این اجازه رو بدیم، که نه تنها در روز عید، یعنی در خیلی از موارد هست که ما نباید جلوی شادی های مباحی رو که اسلام اجازه داده رو بگیریم از دیگران، به حجت اینکه اسلام دینیه که باید جدیت درش باشه. یعنی خیلی موارد هست که انتظار داریم که دخترمون، پسرمون باید دائما یا مشغول قرآن خوندن باشه، یا مشغول نمیدونم کسب علم باشه، مشغول اینجور قضایا باشه، در حالی که اسلام این رو نگفته، اینجوری نیست، بلکه انسان، خداوندی که انسان رو آفریده و این سرشت رو بهش قرار داده که نیاز به شادی داره، نیاز به خنده داره، نیاز به سرور داره، نیاز به همونطوری که نیاز به جدیت هم داره. این مسائل در اسلام به هم ساعت فساعت،
یک ساعت برای اینکه راحت باشی، یک ساعت برای عبادت بذار. قرار نیست اگه کل وقت رو بخوایم با تشدد در دین به سر ببریم به جایی نمیرسیم. بازنده اون کسی که بخواد زیاده روی کنه در مسائل دینی، به این معنی که زیاده از اونی که دین تکلیف کرده بخواد انجام بده. شما یه مطلب رو میخواستید بفرمایید؟ آقای هاشمی میخوان؟ بله بفرمایید. بله، مسئله دیگری که خیلی مهمه و شاید استاد مولایی هم کمی اشاره کردن، مسئله قشر فقیر و مستمند و ایتام که در این روز اسلام خیلی تاکید کرده که ما به فکر ایتام باشیم، به فکر فقرا باشیم. عید هست، خب خیلی ها ممکنه توانایی خرید لباس عید برای بچه‌هاشون نداشته باشن یا ایتام باشن که نمیتونن در این روز خوشحال باشن، لباس نو بپوشن. خب اونی که ثروتمند داراست و خداوند بهش این مکنت مالی رو داده به فکر فقرا و ایتام باشه. و رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماند انا و کافل الیتیم فی الجنه کهاتین. پس این از اجر بسیار زیادی برخورداره که فکر کنم فطریه و زکات فطر هم یکی از اهدافش همینه دیگه که این. بله، زکات فطریه درسته، ولی خب اون نمیگم، یعنی اسلام همیشه پیگیر این بوده، حتی یه حکم هم داده برای این قضیه. بله، تومت للمساکین و به حساب عن اللغو و رفض بعد، یعنی. ولی خب مسئله اینی که حالا اون فطریه ممکنه کسی پول نده یا مثلا همون غذا بده، خب غذا دیگه شخص نمیتونه تبدیل به لباسش بکنه. به فکر اینا هم باشیم، به فکر قشر فقیر و مستمند هم باشیم که بتونیم اونها هم شریک باشن در این شادی و خوشحال باشن. بله، یه چیزی اصطلاحی تو مناطق ما هست به عید فطر خصوصا میگن عیدی که آدم ترش میکنه، باید مواظب شکمان باشید و خیلی پرخوری هم اتفاق نیفتاد، چون یک ماه رو در واقع خیلی ها خیلی تلاش میکنم، چون من الان دارم توزیع این میوه ها رو اینام دارم میبینم، میگفتم به هر حال یادآوری بشه که نخوریم میوه رو، یادآوری بشه که چیز نکنیم. به هر حال حواسمون به این باشه که حالا یک ماه اگر روزه بودیم، یهو با خارج شدن از این فضای روزه حواسمون به پرخوری نباشه. بعد یک چیز من اضافه میکنم که آقای زهرابی اشاره کردن در رابطه به اینکه در حدیث ما داریم که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله جوانای بودن که در مسجد نبوی بازی میکردن، بازی های مشروع که حتی ایره ما عید اطفال میدانیم، ما شما این مرحله را سپری کردیم که اطفال بودیم بازی های داشتیم، ولی بازی های مشروع که روز خوشحالی هست، یعنی روز خوشی است که باید اطفال هم از این روز استفاده کنه. بعضی خانواده ها بزرگ ها حالا لازم نیست که مسابقه و بازی و اینا برای فقط بچه ها باشه. بله بله، میتونیم خودمون حتی مسابقه داشته باشیم. در بعضی اوقات، یعنی در بعضی خانواده است که سر اطفال قیودات وضع میکنه، ما از اول برنامه احتمالاً بله. بله، یعنی با اطفال از خانه بیرون نشون یا بازی های خاص را انجام بده، در حالی که یک بازی که خلاف شرع نباشد، یعنی بازی نامشروع نباشد، باید اطفال استفاده بکنه. الان بازی ما نامشروع نیست، آوردیم اینجا، فهم کنم اصلا ابتدای برنامه چش بیننده رو گرفته که چطوری برگزار یک مورد مهمی من در یه دقیقه اشاره کنم. مورد مهمی بیننده عزیز محترم اینو بدونن که در واقع دو امر مهمی داریم در عید سعید فطر برخلاف عید سعید قربان. در عید سعید فطر هر کدام از نماز کسانی که روزی بودن و بخوام به سمت و سوی مسجد و نماز بروند، قبل از این که به نماز بروند چیزی بخورند، این از مستحباته. در صورتی که در عید قربان سنت اینه که بعد از برگشتن چیزی بخورند. این یک مورد. مورد دوم، زکات فطر آخرین وقتش قبل از نماز بایستی پرداخت بشه. در عید قربان برخلاف این قربانی داریم، قربانی بایستی که بعد از نماز هم ادا بشه. الان چون برنامه کلاً بعد از نماز، اگه کسی ادا نکره باید چیکار کنه؟ بر حال این صدقه یا صدقاته، بایستی پرداخت بشه، هر چند که با تاخیر یه روز دو روز بیشتر هم که باشه، ولی بایستی پرداخت بشه. اما و ان شاء الله تعالی به عنوان صدقه برای فرد محسوب میشه و گردنش نیست ان شاء الله و گناهی هم نداره. بر حال ممکنه عذری باشه، تاخیر شده، اما به هر حال بایستی پرداخت بشه. هرچند الان ممکن است، بله سوال خوبی مطرح فرمودید، ممکن است الان برای کسی این مسئله پیش بیاد، به نماز رفته باشه، زکات فطرش الان پرداخت نکرده، فراموشی یا چیزی، الان این برادر و خواهر مثلا بایستی بدانند که
هرچند که وقتش در واقع رد شده و الان در وقت نیست، همون بعد از نماز بعد از برگشتن بایستی پرداخت بشه. البته مستحب بینه به خاطر همین جاست که شعری از سعدی با تخمیس طایب بکنه. اگه موافق باشید فقط سابقه کوچیکی انجام بدید. باشه انشاءالله. فقط مکمل صحبت های جناب آقای شیخ فقط خواهش رای تفکیر بدن. نه خواهش فقط به همین منظور سنته که و مستحب اینه که زکات فطر رو قبل از وقت وجوب پرداخت بشه تا اینکه فردی به هر حال چون که استاد فرمودن گیر نیفته، یعنی که مشکلی براش پیش اومده باشه نتونه ادا کنه تا اینکه گردنگیریش نشه بالاخره. اینجاست که مستحب اینه که حالا از روزهای 27م 28م 29م این ایام رو چیه زکات فطرش رو پرداخت کنه قبل از زمان وجوب که بشه مشکل نشه. فقط خواستم اینو من می‌خواستم شعری که سعدی رحمت الله علیه سروده و طائب وزنی اون رو تخمیسش کرده، البته یک سه بیتش انتخاب کردم. بیت خیلی طولانی است، ابیات بسیار طولانی است در وصف ودای رمضان، اگه اجازه میدید بخونم. خواهش میکنم. حقیقتا رمضان ایام فرخنده است، ایام قرآن است، ایام برکت و نزول رحمته که مسلمان ها قدرشو میدونن و اونو غنیمت میشمارن، ولی حقیقتا بعد از فرارسیدن عید فطر شاید خیلی از ما مسلمان ها اون را فراموش کنیم، در حالی که سنت سلف صالح بزرگان دین ما همیشه این بود که همیشه بعد از عید فطر چندین ماه دعا میکردن تا اینکه خداوند این عبادت ها را ازشون بپذیره. طایب عوضی میگه می روی و از تو تا نشان آید، تن خلقی ز غم به جان آید، هر سبک روح دلگران آید، تا دیگر روزه در جهان آید، بس بگردد به گونه گونه جهان، الودا الودا یا رمضان و علیک السلام یا رمضان. میگیم واقعا متشکرم. دنیا انسان نمیدونه چطور به چرخش در بیاد، وقایع و احداث و رویدادهایی که ممکنه در یک سال آینده برای امت اسلامی برای دنیا پیش بیاد عموما هیچ کس پیش بینی نکرده. ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا، هیچ کس نمیدونه لحظات دیگر، ماهای دیگر، تا سال آینده در رمضان آینده زنده خواهد بود یا نه. ولذا خوب اینه که انسان این اوقات خیری که در طاعت و عبادت و بندگی سپری کرده رو با اخلاص بیشتر از خدا بخواد که چیکار کنه، ازش بپذیره و اگر ایام عمری بود اون رو با سعادت با استقامت همونطور که الله سبحانه و تعالی دستور داده فاستقم کما امرت، دعوت به استقامت مهمه. ولذا پیامبر صلی الله علیه و آله همونطور که استاد عبدالعلی دکتر عبدالعلی اشاره فرمودن دعوت به چه کرده؟ سنت نافله کرده، سنت شیشه شوال، به دلیل اینکه انسان در یک عبادتی که شروع کرده استقامت به خرج بده، تلاوت قرآن، نمازهای شب، صدقات و امثال اینها رو فراموش نکنیم. بعد از صحبت شد در مورد ترفیحات و بردم فکر می‌کنم بینندگان کاملا آشنا هستن باهاش دیگه، اساتید که حتما آشنا هستن. خیلی سوالات همون تکراری نیست دیگه، این برد دیده آره خوب. مسابقه کلیده، ولی سوالات رو از کلا از تخصص در آوردیم، سوالات رو بیشتر ترفیه کردیم و سوالاتی که اگه سوالات شرعی می‌کردیم همه جواب میدادن دیگه، نمیشد اصلا کاری بکنیم. سوالات غیر شرعی هست و اطلاعات عمومی فکر کنم کلیدم نداره ولی من میپرسم. آره گفتیم کلیدا رو برداشتیم به جایش سفید کردیم تسلیم شد. اول نور شروع میشه، یه سوال من میپرسم، گروه سمت راست و گروه سمت چپ، هر کس از هر گروه جواب داد اون قرمز میشه برای اون و باید قرمز بالا رو به قرمز پایین وصل کنن. از هر دو گروه برای انتخاب گزینه من یک نفر انتخاب میکنم، اگه شما خودتون یک نفر انتخاب بکنید باید انتخاب کنن گزینه ها رو، یک نفر انتخاب کنن. معنی نداره سوال مطرح بکن من انتخاب میکنم. از سمت چپ آقای کریمی، از سمت راست آقای محمودی، چیز کنن انتخاب کنن، فقط جواب دادن برای هر کس. سوال اول هر کس سریع‌تر جواب داد گزینه وسط رو از آن خودش میکنه.
فقط ما دو نفر یعنی؟ نه 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 هر کس جواب داد. بله. فقط انتخاب گزینه شما. انتخاب گزینه. الان هر کس جواب داد گروه خودش میشه. سوال بشه. از استانهای کشور عراق که نام یکی از نبردهای اسلامی قادسیه. قرمز رنگیشه. الان شما انتخاب کنید کدوم گزینه رو میخواید، کدوم حرف رو میخواید. الان گروه سمت چپ که قرمز رنگ هستن باید قرمز رو به قرمز دست کنن. گروه سمت حرف الف، حرف الف، حرف الف سفید رنگ میشه. اونو الان فقط شما نه اشکال نداره، شما جواب بدید اشکال نداره، ما استفاده این برسیم. چرا یعنی نه ما نباید همون جواب میگیم. الان گزینه این هست، این گروه باید جواب بدید. اگه اونا بلد نبودن ما جواب بدیم. آها اگه اونا بلد نبودن. مشهورترین جغرافیدان مسلمان با الف بگم؟ نه مشهورترین جغرافیدان مسلمان میگم. نه ابو حیان است. بعد از الف ده هست. ده؟ آقا شما؟ خب درست ادریسی. ادریسی؟ ادریسی شما هم زر خود کار. چرا؟ نه من دو بگیدم سال اینا بود، نه وقتی من باید بگم آقا وقتشون دوام شد بشما گفتیم ادریسی دیگه میتونیم بزنیم. خب حالا یه حرف انتخاب کن، یاد میگیری، یاد میگیری بالاخره. نه برای اونا شد. چرا برای اونا شد؟ چون نوبت اونا بود سال اول فقط سال مشترک بود. من باید تمام میشدم بعد میگفتن نه دیگه ما میرم قاضی مسابقه آقای مباید برنامه اجرا میکنه. کدوم گزینه؟ شین. شین سفید رنگ میشه. سوال الان فقط گزینه سمت چپی ها باید جواب بدن، اساتید سمت چپ. آقا گزینه باید جواب بده. سوال به صدای فرو ریختن پیاپی آب گویند. شور سوال سختی. خیلی سخت بود سوال. سخت تو نبود. گزینه سمت راست. حرف نه باید شما باید آبی رو بس کنید. آبی بس بکنید. بله حرف ف. ف مناسبه. جواب با ف آغاز میشه کلمه جواب. جایزه چی آره کی جایزه میبان؟ پرمصرفترین فلز صنعتی است. فولاد دکتر گفتم بله. آبی رنگ میشه آقای کریمی. گزینه عین. مشهد چون صد شما متوجه نیستی الان باید از اینجا میتونه برسه پایین، میتونه برسه پایین. خانه بسته است چجوری میخواد به پایین برسه؟ نه بسته نیست، اینو میتونه جواب بده. آره این کلیده هر سوالی، این حروف خاصی شاه کلیده، این چهار تا حروف خاصی نداره. بسیار با عین. ملامت، سرزنش و درشتی کردن. عتاب. درسته. قرمز رنگ. خب همین خونه که جلو اینا رو میگیره دیگه. این خونه هیچ حرف مشخصی نداره. اگه بلد نبودن ما سود بگیم. این درسته؟ این دیگه جواب نداد ما میتونیم بگیم ما. زود بگید که ما زود بگید. نه نمیگیم. ایده کمک کنید. یک جواب میتونید بدید و اگه اون جواب اشتباه بود دیگه میریم سراغ گزینه سه. لطفاً جواب رو فکر کنید. اگه مطمئن نیستید نگید. آقا سعی بگید. با چه حرفی هستم میگید الان؟ نه نمیگیم چه حرفی. این چهار تا مشخص نیست چه حرفیه. نه سریع بگین جوابتون رو. سریع بگید. چرا سریع بگید؟ خب سریع جواب بدید. سوال دومین اقیانوس بزرگ دنیاست. اطلس گفتن درسته. اطلس. ببینین آبی رنگ. آقای عذر میخوام جانم ما دست راست هستیم. بله شما دست راست. اصحاب الیمین بردن تمامش کنیم. چرا حالا خب حالا قرمز این کلید باید دو تا روشن بشه. نه دیگه شما خیلی جای خوبیه اینجا، هم آبی میشه هم قرمز. به در سیاست به تلاش برای درهم ریختن ساختار قدرت گفته می شود. در سیاست اگه جواب اشتباه بود میری سراغ سوال. یکی بیشتر در سیاست برای تلاش برای درهم ریختن ساختار قدرت گفته می شود. براندازی. براندازی درسته. بله. قرمز رنگ میشه. زنده باد. بفرمایید. سیاست برای
نه 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 سین برای خودمون چیزه سین سین برنده شدن وقت چرا؟ از سخته از آن به عنوان با عجله جواب ندید با سین هست از آن به عنوان شکر مصنوعی نیز یاد می شود ساخارین ساخارین درسته از آن به عنوان شکر مصنوعی نیز یاد می شود ساخارین ساخارین از این شکر چیزه رژیمی جیم رو انتخاب فایده نداره جیم نه چرا جیم انتخاب فایده نداره آقا انصراف بدید انصراف بدید انصراف بدید حالا شما آبی رو باید واسه شما شما قرمز رو باید به قرمز واسه کنید شما نباید اینطوری بیایید یعنی قرمز نباید اینطوری بیایید چون ماجراش هیچ فایده نداره به کشتزاری میگویند که در آن خربزه هندوانه خیار و امثال آن میکارند چقدر سخته شرشر و جالیز و جالیز سوالای سخته خب همون سفیده دیگه همین کلیده این خب این فرض میکنه روشنه نه آقای کریمی دوست نداره روشن کنی این آبی خودش گوره قرمزه سوال مهمترین عضله تنفسی عجله نکن که قفسه سینه را از حفره شکمی جدا میسازد دیافراگم جایزه را لطفا بیارید احسنت احسنت با هم کنید سید البته بعد من به من تبریک میگم نه نه چرا بعد من تبریک میگم اولیش من با شما دیگه آره خوب کار کردید الان من با شما در جایزتون شریک هستم احسنت مشکلی نیست جایزه این باشه نصفش حتماً جایزه هست درست میکنیم جایزه را چرا علی خب یه جواب حسینی بود که قبل از سوال پاسخ میداد دیده بود قبلا سوال سوالا رو قبلا دیده بود چون استاد سجودی خاطره داشتن اما وقتمون چون از نظر پلی‌لیست جا نمیشه و دیگه باید بریم سراغ برنامه‌های بعدی برنامه روز عیدم خیلی زیاد هست اگر موافق باشید یه خدافظی می‌کنیم با بینندگان اما منتظر باشید ما باز برمیگردیم و انشالله در یک قسمت دیگه در همین روز ادامه جلسه ایدانمون رو با شما خواهیم داشت به خاطر همین خداحافظی نمی‌کنیم تا اینکه برای جلسه آینده منتظرمون باشید همین امروز انشاءالله